وزارت کار و امور اجتماعی عراق از افزایش موارد ابتلا به اوتیسم بین کودکان این کشور در سالهای اخیر خبر داد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که مراکز ویژه توانبخشی و درمان این قشر از بیماران در کشور اندک است. خانم عبیر الجبلی، معاون وزارت امور اجتماعی عراق در این باره با اشاره به اینکه تشخیص نامناسب این بیماری کمبود مراکز ویژه درمان و توانبخشی کودکان اوتیسمی روش های نادرست تربیت اجتماعی برخی خانواده ها و ازدواج فامیلی دلایل افزایش این بیماری بین کودکان است اظهار کرد این وزارتخانه طرحی برای احداث سه مرکز مراقبت از بیماران اوتیسمی در دستور کار قرار داده است که دو پروژه در بغداد و موسل احداث شود آستان مقدس حسینی نیز پیش از این اعلام کرده بود که در حال احداث بزرگترین مرکز ویژه بیماران اوتیسمی است این آستان مقدس همچنین اعلام کرد که 90 در درصد از مراحل احداث این پروژه به اتمام رسیده است این مرکز با زیربنای 9000 متر مربع و ظرفیت 270 کودک و 72 کلاس در حال احداث است. آستان مقدس حسینی همچنین اعلام کرده نه مرکز مراقبت از کودکان اوتیسمی را در استانهای بسره، بابل، واسط، میسان، زیقار، المسنا و کربلای معلا احداث کرده و دستور اجرای بزرگترین بیمارستان ویژه اوتیسم و فلج مغزی را در بابر صادر نموده است. پیشتر دانشگاه کمبریج انگلیز در تحقیق اشاره کرده بود که بیماری اوتیسم در عراق در مقایسه با سالهای پیش از جنگ 2003 میلادی به سرعت در حال افزایش است و اعلام کرده بود که هر ده هزار نفر حدود 75 نفر به این بیماری مبتلا می شوند.